جان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. اومدم امروز راجع به این صحبت کنم که آیا در واقع آخرش کشور آلمان کشور خوبیه برای مهاجرت یا نه. اینو من نباید بگم، شما باید تصمیم بگیرین. ولی سوالات خیلی زیادی در مورد خوبیا و بدیای آلمان در اینستاگرام من مهدی آندرلاین پور یادگار میپرسید که من دوست دارم در واقع بر اساس تجربیات چند ساله‌ای که اینجا به دست آوردم در مورد آلمان با شما در میون بگذارم. و بعد شما اینطوری خب خیلی بهتر میتونید تصمیم بگیرید، حالا آلمان مهاجرت بکنید، کانادا مهاجرت بکنید یا کجا. البته من کشور دیگه کانادا و اینا نبودم، نمیتونم بگم خوبن یا بدن، ولی همین آلمان که بودم مزایا و معایبش رو میگم و شما دیگه تصمیم با خودتون. ببینید اینجوری بهتون بگم که اول از کدومش شروع کنیم، از معایب یا مزایا؟ معایب. اوکی، در مورد معایب آلمان. آقا آلمان با این ید و کوپالش و این همه نمیدونم، حالا بگن آلمان آلمان چه معایبی داره. حالا ببینید، اول از اینکه مسئله که خیلیاتون در موردش صحبت میکنید نژاد پرستی، این واقعیت در آلمان وجود داره. این رو من نمیگم، این رو آمار رسمی خود کشور آلمان و مقامات آلمانی میگن همیشه و خیلی اظهار تأسف میکنم بابت این موضوع، ولی این واقعیت در آلمان وجود داره. البته همه آلمانی ها واقعا مهاجم نژاد پرست نیستند، انسان های بسیار خوب و بسیار مهربان هم بین آلمانی ها هست که خیلی هم کمک میکنن اتفاقا به مهاجرا و خیلی هم در واقع سعی میکنن که مهاجرا اینجا به حق و حقوق خودشون برسن. فقط هم آدمای نژاد پرست نیستن، همه جور آدمی هست. و بعد اینکه مسئله بعد اینکه بله، تبعیض هم در بعضی ادارات آلمان دیده میشه، چه به عنوان مراجعه کننده وقتی بری اونجا و چه به عنوان کسی که شاغل باشه در ادارات یا در شرکت‌های آلمانی. این تبعیض سوسکی هم می‌بینین، اما این نیست که همیشه خیلی نرم باشه و خیلی فلان باشه و اینا، ولی دیده میشه، میشه دیده، بتونه میتونه آدم ببینه. بعد مسئله بزرگی که به نظر من یکی از غول‌های چراغ جادوی آلمان هست، کاغذبازی یا همون بروکراسی در آلمان هست. سیستم اداری آلمان یه سیستم بسیار چاق و چله و پر از کاغذه، به طوری که همه ماها، یعنی همه ماها که در آلمان زندگی میکنیم، حتی خود آلمانی ها، در خونه هامون یه چیزی شبیه اداره مانند یه گوشه داریم که پر از زونکنه، پر از پوشه است و پر از نامه های اداری که حالا از بیمه گرفته تا نمیدونم جریمه ماشین گرفته تا نمیدونم چی بگم دیگه، از اداره مالیات، از همه جا شما میتونی نامه دریافت کنی. و بعد اینکه سیستم نامه‌بازی و کاغذبازی تو آلمان بیداد میکنه و شاید بشه بگی آلمان سلطان نامه‌بازی، نمیدونم اروپاست، دنیاست، کجاست. خیلی کاغذبازی تو آلمان زیاده و خودشون هم نسبت به این موضوع در واقع انتقاد دارن. مورد بعدی که توی آلمان هست، آقا مخصوصا تو شهرهای بزرگ این ترمین دادن یا همون وقت ملاقات دادن با ادارات مختلف هست که واقعا تو شهری مثل برلین بعضی وقتا 6 ماه 7 ماه 8 ماه باید منتظر بمونی تا مثلا اداره مربوطه یه وقت ملاقات به تو بده، بری بگی آقا من میخوام این کارو انجام بدم، این کارو نمیخوام انجام بدم، اینجوریه اونجوریه، از این صحبت ها. البته خیلی کارا هم میشه با ایمیل هم میشه انجام داد. بعد اینکه البته اینا غیر ایمیلی هاشه که بهتون میگم، یکی دیگه از غول‌هایی که واقعا غول‌های مشکلی که در آلمان وجود داره، خونه پیدا کردن در شهرهای بزرگه. واقعا فاجعه است خونه پیدا کردن و حداقل طرف باید 6 ماه تا 2 سال بگرده تا یه خونه پیدا بکنه و اون خونه هم یعنی لزوما خونه دلخواهش نیست. ممکنه خونه خیلی قدیمی کوچیک باشه یا خونه باشه که اصلا دوستش نداره، ولی چون خونه پیدا نمی‌کنه حالا یه خونه پیدا کرده مجبوره که بگیرتش. خیلی مشکل خونه اینجا وجود داره و مشکل بسیار پررنگی هست که واقعا دولت باید یه فکر به حالش بکنه و مسکن بسازن، آپارتمان بسازن فلان تا یه خورده این مشکلات برطرف بشه. مورد بعدی این که بله، آلمانی ها خب بر اساس آب و هواشون تبدیل شدن به آدم های سرد، روحیاتشون مثل ما حال خونگرم و بگو بخند و زود دوست بشن و دعوت کنه آقا از فردا بیا خونه ما، نمیدونم آخر هفته بیا خونه ما با هم یه جوج بزنیم، ما نمیدونم فردا شب با هم یه شام بخوریم و از این حرفا نیست. آلمانی خیلی سخت و خیلی محافظه کارن و خیلی دیر با یکی میجوشن، حالا تا بیان دوست بشن، تا بیان رفت آمد بکنن خیلی طول میکشه. البته آدم با آدم هم متفاوت، آدم های شاید آلمانی های خونگرم هم هست، من نمیشناسمشون.
مثلا تازه مثلا وقتی با یکی دوست میشن اول ای مثلا شاید باهاش یه کافه برن، شاید مثلا باهاش یه قدمی بزنن، شاید مثلا با هم یه ورزشی برن، یواش 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 تا یخشون آب بشه. تازه خیلیشون مثلا مایل نیستن این چیزها رو داشته باشن، اونایی که هستن تازه اینجوریان. بعد یکی دیگه از غولهایی که توی آلمان وجود داره زبان سخت آلمانی هست. واقعا زبان آلمانی زبان سختی، اینو ما نمیگیم، حتی خودشون هم میگن زبان ما زبان سختیه. و بعد اینکه خیلی آدم باید تلاش بکنه تا زبان یاد بگیره، و ضمن اینکه مثل همه جای دنیا شهر به شهر لهجه ها گویش ها متفاوت هست، و اون چیزی که ما تو کتاب میخونیم لزوما دلیل بر این نیست که رفتی تو شهر بتونی بفهمی اینا چی میگن، یا مثلا البته اونا میفهمن تو چی میگی، چون که بالاخره زبون کشور خودشون داری حرف میزنی، اگه درست حرف بزنی حالا تا یه حدودی بتونی منظورتو برسونی، اونا میفهمن تو چی میگی. ولی اینکه ما بخوایم بفهمیم یه خورده سخته، چون که گفتم با لهجه ها و گویش های مختلف صحبت میکنن، مثل کشور خودمون و مثل هر جایی. بعد اینا از سختی ها و در واقع بدی های آلمان بود. اما بریم سراغ یه سری از نقاط قوتی که در آلمان وجود داره. اول از اینکه خب آلمان شغل خیلی زیاد وجود داره. الان آلمان 2 میلیون نفر دست کم آدم متخصص میخواد، انواع اقسام رشته های مهندسی، به خصوص رشته IT، رشته های برق، و الاخر پرستار خیلی زیاد لازم داره، ماما خیلی زیاد لازم داره، پزشک خیلی زیاد لازم داره، و به همین دیگه، به خصوص رشته‌های مهندسی و پزشکی و پیراپزشکی خیلی آلمان نیاز داره. و البته رشته‌های دیگه هم طبیعتاً هر کسی درسش رو خونده باشه و 3-4 سال سابقه داشته باشه و اینجا مدرکش رو در واقع قبول کنن و بتونه کار پیدا بکنه، میتونه اینجا کار پیدا بکنه، کار هست. اما در بین همین کار پیدا کردن هم آلمانی ها یه وسواس خاصی توی پذیرش نیرو دارن. اینجوری نیست که حالا صرفا من به طور مثال، من چون مهندس برقم، البته من مهندس برق نیستم، من خبرنگارم، مثلا من اگه مهندس برقم چیزه اینطوریه که اینجوری نیست که اوکی مهندس برقی بفرما تو، نه، باید اون مهندس برقی باشی که اونا لازم دارم، به قول خودشون دیگیش دیگه پرزون تو اون بخش باشه، یعنی درستترین آدم برای اون قسمتی که اونا نیاز دارن. یه خورده شاید کار پیدا کردن سخت کنه، ولی قطعا کار پیدا میکنین و اصلا ناامید نشین. من آدم میشناسم اینجا مهندس آیتی بوده، با وجودی که مهندس آیتی خیلی نیاز اینجا، ولی 400-500 تا به وربونگ یا همون درخواست کار فرستاده تا بالاخره کار پیدا کرده. بعد حقوق و مزایا توی آلمان رعایت میشه، در واقع همه بیمه میشن، کسایی که میرن استخدام میشن کار میکنن بلافاصله از روز اول، حالا فرق نمیکنه طرف کارگره، طرف کارمنده، طرف چی هست، مهندس، دکتره، بیمه سر جاشه، مزایا سر جاشه. حقوق هم یه حقوق منصفانه ای میدن، گرچه همش میره برای مالیات و بیمه. و بعد اینکه ولی این چیزاش اوکیه. بعد امنیت شغلی همینجا وجود داره، کسی که سر وقت بره، سر وقت بیا، کارشو درست انجام بده، نیروی خوبی باشه، طبیعتاً کارش هم حفظ میشه، و امنیت شغلی هم تو آلمان به نسبت خیلی کشور خیلی بهتره. کیفیت زندگی توی آلمان کیفیت زندگی خوبیه، وسایل نقلیه خیلی زیادی، واقعا نیاز نیست آدم از ماشین خودش بخواد راه بره استفاده بکنه، اگه کسی حالا زیاد ماشین باز نباشه. مترو هست، اسبان یا همون قطار روزمینی هست، تراموا هست، اتوبوس، تاکسی، همه چی هست، یعنی اصلا نیاز نیست که آدم ماشین خودش رو بخواد بیرون ببره. و با حالا خرید کارت حمل و نقل عمومی، یک کارت حمل و نقل میشه از همه حمل و نقل عمومی به غیر از تاکسی البته استفاده کرد. مثلا با پرداخت الان اگه اشتباه نکنم دویچلند کارت اومده، اگه اشتباه نکنم اسمش هم این باشه، که ماهی حدودا 49 یورو پرداخت میکنیم و حتی میشه از بعضی علاوه بر حمل و نقل شهری میشه از بعضی از قطارهای بین شهری هم حتی با این دویچلند کارت استفاده کرد. و اینجوری دیگه. بعد دیگه بهتون بگم که توی شهری مثل برلین، البته ایالت به ایالت با هم دیگه متفاوت هست، ولی تو شهری مثل برلین بچه ها کارت حمل و نقل مجانی دارن و مجانی میتونن با کارت حمل و نقل تردد بکنن در سطح شهر، مدرسه برن یا هرچی. بعد بچه های دبستانی بهشون نهار مجانی میدن توی مدرسه ها، البته یکی یه 2-3 ساله اینجوری شده ولی هست الان. بچه ها توی آلمان حقوق دارن، حداقل ماهی فکر کنم 215 یورو به هر بچه حقوق داده میشه. 3 تا بچه داشته باشه 3 تا 215 یورو در ماه
میگیریم. بعد دیگه بهتون میگم از خوبی های آلمان. خب به هر حال کشور پیشرفته هست، شانس پیشرفت توی این کشور خیلی زیاده. اگه کسی آدم لایقی باشه، خوب کار بکنه، آدم منظمی باشه، آدمی باشه که خودش دنبال پیشرفت باشه، اینجا طبیعتا راه براش باز میشه. گذشت از اون تبعیضایی که بهتون گفتم، ولی کسی که خوب باشه میتونه خودش رو دیکته بکنه. بعد دیگه بهتون بگم که امنیت آلمان هم امنیت نسبتا خوبی هست. خیلی وقتا دیدم مثلا ساعت 12 شب یک شب یه خانم تنها داره میره، حالا از سر کار برمیگرده یا هر چی، بدون ترس و لرز تینیجرای دختر و پسر رو میبینی، آدم مثلا ساعت 11 شب وسط خیابون قاه قاه دارن میخندن، هیچکس جرئت نداره بگه بالا چشم تو ابروه. البته ناگفته نمونه، ناامنی در همه جا وجود داره، اینجا به اندازه خودش معضلات اجتماعی وجود داره، ولی به طور عمومی بخوایم حساب بکنیم اوکیه امنیت اینجا. بعد سیستم بهداشت و درمان آلمان بسیار سیستم بهداشت و درمان خوبی هست. پزشکان خیلی خوبی، چه حال آلمانی چه از کشورهای دیگه استخدام کردن، به خصوص تو بیمارستان و پزشکان خیلی متخصصن، خیلی آدمای باسوادی هستن. و بعد دستگاه های خیلی پیشرفته ای دارن، داروهای خیلی خوب و پیشرفته ای دارن و گفتم بیمه هم خیلی کمک میکنه. مثلا برای دکتر عمومی که همه ما دکتر خانواده داریم، ما فقط یه دونه کارت میدیم، منشی میزنه کارت بیمامون، خلاص، نه پولی و نه هیچی، نه زیر میزی اینجا وجود داره، نه ازی داستان اینجا وجود داره. پزشکا مثل همه دیگه کار میکنن، حقوق میگیرن اینا. بعد دیگه بهتون بگم که مثلا برای عملای خیلی بزرگ حتی تو بیمارستان، البته بیمارستان خصوصی نه، بیمارستان های عمومی که در سطح شهر وجود داره، خب طبیعتا با همون کارت بیمه که بری چی میگن، روزی 10 یورو پول میگیرن، بابت اونم بابت خورد و خوراکیه که اونجا داری، نه بابت بهداشت، یعنی سیستم عمل و نمیدونم جراحی و اینا هیچی پول نمیدی، مگه اینکه حالا یه پروتز خاصی لازم داشته باشه که شامل بیمه نشه، یا مثلا یه سری عملایی مثل عملای زیبایی که اصلا خب بیمه پولش رو نمیده، و یه سری اینطور چیزا خب باید پول بدی، ولی به طور عموم نیاز به پول نداری در سیستم بهداشتی و پزشکی آلمان. حتی دندون پزشکی رو هم تا یه حدی بیمه تقبل میکنه، نه کامل، اگر بخوای کامل داشته باشی باید بیمه دندون پزشکی بگیری. اون یکیایی هم که گفتم تو اون بیمه های معمولی آدم باید یه وقتایی پیش میاد که پول بده، اونم میتونه زوزتلش فزیشغونگ آدم بگیره، یعنی بیمه اضافه یا هم بیمه تکمیلی میتونه آدم بگیره که اونو وقتی که اون بیمه خودت نداد بیمه تکمیلی وارد شو و بپردازه اونو دیگه. آره اینجور چیزا. اگه در مجموع نظر من، منو بخواین، به نظر من خوبی های آلمان بیشتر از بدی هاش هست، و گرچه هیچ جا مدینه فاضله نیست، همونطور که گفتم مشکلات هم آلمان داره، ولی در مجموع من به عنوان یک کسی که تو آلمان مهاجرت کردم کشور آلمان رو دوست دارم، و اگه کسی هم بهم بگه بیام آلمان، میگم آره بیا آلمان. یه چیز دیگه هم که یادم نره بهتون بگم از مشکلات آلمان اینه که به خاطر اینکه از سال 2015، خب سال 2015 800 هزار نفر از کشور سوریه به آلمان پناهنده شدن و پارسال هم حدودا 500 هزار نفر اوکراینی وارد آلمان شدن، این لابلای عالم، خب دوستان افغان ما، خود ایرانی ها و کشورهای دیگه باز پناهنده داشتن، به علاوه مهاجران کاری که ویزای کار و بلو کارت و اینا گرفتن و دارن از سراسر دنیا و کشور ما ایران به آلمان مهاجرت میکنن، یه خورده آلمان رو کشور شلوغی کرده. و برای همین الان من میبینم که بچه ها میگن که مثلا ما دکتر خانواده پیدا نمی کنیم، یا مثلا مهد کودک بر بچه‌مون یکی دو سال تو نوبتی پیدا نمی کنیم، یا مثلا مدرسه پیدا نمی کنیم، مثلا مدرسه یه بچه رو بخوای تغییر بدی واقعا کار شاقیه، چون الان دیگه جای خالی نیست، مثلا خیلی مدرسه ها جای خالی ندارن، بخوای مثلا بچت کلاس هفتم یه جا رفته بخوای کلاس هشتم یه مدرسه دیگه ببری، سخت، خیلی سخته، جای خالی نمیتونی پیدا کنی به سختی خیلی. خلاصه که آره دیگه، آلمان هم مثل هر جایی کشوریه که هم خوبی های خودشو داره و هم بدی های خودشو داره. امیدوارم که این ویدئوهای من به تصمیم شما برای مهاجرت به آلمان کمک کرده باشه. برای من کامنت بگذارید، نظراتتون رو بگید، سوالاتتون رو همینجا این زیر بپرسید، کانال من رو سابسکرایب کنید، به دیگران بفرستید، حمایت کنید. منم هر حمایتی که این شکلی از دستم برمیاد برای شما انجام میدم. خوب و خوش باشید. این ویدئو رو برای کسی که میخوان به آلمان مهاجرت کنن بفرستید. مراقب خودتون باشید. تا بعد.